سلام زبان آموزان عزیز، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی. امروز با هم اولین درس از کتاب Deutsch Hören und Sprechen A1 رو با هم انشالله که شروع میکنیم. خب میریم سر اصل موضوع. فصل اول: Begrüßung, Kontakt, Aufnahme und Herkunft. میبینیم که این فصل آ سر سه موضوع کلی بس میشه. بگوسونگ یعنی اول پرسی، کنتاکت آفنامه در مورد ارتباطات، ارکنفت نمو اصل یا بنیاد شخص، یعنی که اهل کجای، یعنی زادگاه. میتونیم در مورد زادگاه یا اصل یا بنیاد خود شخص صحبت میشه. سه تا سر عنوانی داره. میبینیم بگوسون، کنتاکت آفنامه، هرکنفت. خب هر فصل خود تمریناتی داره که روی همین موضوعات بس میشه. پس راحت میتونیم که در شروع ویدیو موضوعات بفهمیم که در مورد چیه، و در آخر هر ویدیو که خیلی تایم کوتاهی داره راحت بتونیم خود به زبان آلمانی چیزهایی که یا موضوعاتی که داخل درس بوده از او استفاده کنیم. یا در مثال اینجا داریم بگوزون یا Übung 1: Lisa und Paul stellen sich vor. گفته لیزا und Paul stellen sich vor یعنی خود معرفی میکنن. sich stellen vor یعنی معرفی کردن. یا vor sich vorstellen فعل رفلکسیوه یعنی معرفی کردن. لیزا و پاول خود معرفی میکنن. هر موضوع اول بخش تمرینات اوغین از اونه، یعنی بخش شنیداری از اون، و بعد باز موضوعات اشپقشینه. به طور مثال اینجا گفته صحبت کنیم. پس خیلی کتاب مفیدیه که راحت میتونیم صحبت کنیم و همچنین موضوعات آلمانی بتونیم که بخش شنیداری خود قوی بسازیم. زیاد وقت نمیگیرم، با هم شروع میکنم. اوبونگ 1 یعنی تمرین اول. 1 آ یعنی شماره یک، حروف آ. بیت اوغنزی لطفاً گوش کنیم. شما آ. Begrüßung, Kontaktaufnahme, Herkunft. A. Übung 1. Lisa und Paul stellen sich vor. 1a. Bitte hören Sie. Hallo, ich bin Lisa. Ich bin 25 Jahre alt und ich wohne in München. Hallo, ich bin Paul. Ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne auch in München. Und wer sind Sie? Hallo, ich bin... Hallo, ich bin... خب گفته antworten Sie und schreiben Sie Ihren Namen. گفته جواب دیم و بنویسیم شما نام خوده. و گفت und wer sind Sie یعنی که اینها خودتو معرفی کردن. لیزا خودتو معرفی کرد، پاولان که گفت من اسمم چیه و چند سالیم. گفته در آخر پرسید und wer sind Sie یعنی که چی نام دارید شما یا چه کسی هستید شما. وقتی که بخوایم که نام خود رو بگیم هلو، هلو کسته یعنی سلام کردن در زبان آلمانیه. ایش بین من هستم. و در این قسمت که یعنی جای گذاشته اما چیزی نوشته نیه باید نام خود بگیم. پس میگیم هلو ایش بین فرهاد. und wer sind Sie چه کسی هستید شما. هلو ایش بین فرهاد، من هستم فرهاد. شما میتونیم به جای اسم فرهاد اسم خوده بگیم. پس تا اینجا ما آموختیم که چی رقم سلام کنیم زبان آلمانی و نام خوده بگیم. خب گفته 1b شماره یک، هر حروف ب. jetzt اکنون sind Sie daran گفته اکنون شما هستین به جای از اینها. اوغن زی گوش کنیم شما und و antworten Sie و همچنین جواب گفته جواب بدیم شما. خب حال ای کسته ای بخش او صحبت میکنه و شما هرچی که او گفت باید ما عین از او بگیم، یعنی ما اونجا هستیم یعنی جای از او هستیم. خب با هم کار میکنه. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und antworten Sie. 1b. Hallo. 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 Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. خب دیدیم که هرچی گفت من اینم گفتم، یعنی گفته شما جای فکر کنیم آنجا هستیم، پس گفته آغنزی اون انتورتنسی، گفته گوش بکشیم و جواب بدین. خب حالا که ای چی گفت معنای نفهمیدیم اشکاله نداره. خب این سه آغنزی وایتا اون شغای بنزی. خب گفته شما گوش کشیم و باز اینا رو گفته بنویسیم. خب گفت گوتن مورگن. گوتن مورگن اول یعنی چیز؟ یعنی صبح بخیر. گوتن تاک. گوتن تاک یعنی روز بخیر. گوتن مورگن که تا ساعتای 11 صبح استفاده میشه. گوتن تاک یعنی روز بخیر، میتونیم که بین روز استفاده کنیم. گوتن هابن که یعنی که شام بخیر. آف ویدر ذهن یعنی خدا حافظ. آف ویدر ذهن که شکل مؤدبانه یعنی شکل رسمی اگر خواسته باشیم از کسی خداحافظی کنیم از آف ویدر ذهن استفاده میکنیم. اما چوز هم خداحافظیه اما شکل دوستانه یا غیر مؤدبانه. پس چوز اردو خداحافظی معنا میده اما باید بفهمیم که ایر کجا استفاده کنیم و ایر کجا استفاده کنیم. هالو یعنی سلام. گوگوس گاد یعنی مانند هالوی اما ای کسه شکل غیر رسمیه دوستانه تره اما ای شکل رسمیه. پس با هم اینها را آل معنای فهمیدین. گفته این سه گفته از شماره یک حرف سه آقن زی اون وایتا اون شقای بنزی. گفته شما همه رو گوش کشیم و ادامه بدیم و همچنین گفته بخش شنیداری خود ادامه بدیم و همچنین شقای بنزی گفته بنویسیم. شما چی بنویسیم؟ به اینجا منظوری هسته. خب موضوعات داده شده با شما معنا کردن. گوتین مورگن صبح بخیر. گوتین تاک روز بخیر. گوتین هابن شام بخیر. آفی در زین یعنی خداحافظ به شکل رسمی. چوز خداحافظ به شکل غیر رسمی. هالو سلام. گوگوس گاتم سلام. هالو رسمی گوگوس گات دوستانه تره. خب اینس گوتین مورگن اینجا میبینیم چند تا نام داده شده. اشتفانی، هر شونفلد، اینها نام های آلمانیه. گفته شما موضوعات داده شده شما انتخاب کنیم که کدام از اینها مربوط به شماره دوم، سوم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا این شماره میشه. پس گفته با هم گوش میکشیم. خب کدام وقینه؟ 1 3. خب برای از این که اینها اگر نفهمیدیم هم اشکال نداره چون باز حال ما باز طوری کار میکنیم که شما بفهمیم هم اینها که در مورد چی گفته و چی باید مینوشتیم. خب با هم کار میکنیم. Hören Sie weiter und antworten Sie. Schreiben Sie die Antwort. 1c. Guten Morgen, Stefanie. ببینیم این کار کرد. Guten Tag, Herr Schönfeld. Guten Tag. Rost bachai. Guten Abend, Frau Fuchs. Guten Abend, Frau Fuchs. Auf Wiedersehen, Herr Lüneberg. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen. Bis morgen. Bei ihm ja. Guten Morgen, Leonardo. Guten Morgen. Du warst guten Morgen. Guten Tag, Frau Schäfer. Guten Tag, Frau Schäfer. Hallo, Bettina. Hallo, Bettina. Hallo. Guten Abend, Herr Gürsoy. Guten Abend, Herr. Grüß Gott, Frau Reimann. Grüß Gott, Frau Reimann. خب دیدیم که اینها رو گفته خط بکشیم یا که به اینجی انتقال بدیم که منظور از این که ایتا کار کرده یعنی به این استفاده شده به اینجی. خب دیدیم که خیلی راحت میتونیم ما اینها استفاده کنه. اینها مربوط به موضوع بیگوغسونگه یعنی حوالپرسی. خب تا اینجا تونستیم که ما روز بخیر و اینها حوالپرسیار بفهمین، خداحافظی بفهمین، سلام بفهمین و همچنین بگیم اسم خود. هالو اشبین فرهاد. خیلی موضوعات ساده و شیرین اما مهم. خب حال ما داریم لوزونگ اینس، یعنی جواب شماره یک. لیزا آن پاول اشتلین زیش فور. این مربوط به بخش شنیداری اول میشد، کسایی که اگر ایر فهمیدن خیلی خوب، اگر نفهمیدن حال ایر کار میکنه. لیزا حال یعنی مربوط به لیزا. هالو ایش بین لیزا، سلام من هستم لیزا. ایش بین 25 Jahre alt، من هستم 25 ساله. اون ایش wohne in München و من زندگی میکنم در شهر مونشن. پاول، حال پاول خودتو معرفی کن. هالو ایش بین پاول، ایش بین 27 Jahre alt، من هستم 27 ساله. Ich wohne auch in München، من زندگی میکنم همچنین in München، در شهر مونشن. خب باز ما داشتیم که تکس B. تکس B چی بود؟ در مورد چی بود؟ با هم ببینیم. یا آینز آ. خب B زنزی داغان گفتک، وقتی که گفت شما فکر کنیم شما آنجا هستیم. خب هرچی میگفت که من گفتم باید این همین رقم کار شه. خب گفت هالو سلام، من گفتم هالو گوتین مورگن، صبح بخیر، گوتین تاگ، روز بخیر، گوتین هابن، شام بخیر، چوز خدا حافظ به شکل دوستانه، آفیدرزین خدا حافظ به شکل مؤدبانه یا رسمی، آفی در زین. پس هرچی که ای گفت وقتی که میگه زین زی داغان، یعنی هرچی میگه شما هم همون تکرار کنید. و دیگه ما داشتیم این سه، یعنی لزوم جوابات ای بخش با هم ببینیم. جوابات اینا رو کار کرده، خب با هم کار میکنه. لزوم سه. Guten Morgen, Stefanie. Guten Tag, Herr Schönfeld. Guten Abend, Frau Fuchs. Auf Wiedersehen, Herr Lüneberg. Tschüss, bis morgen. Khudafiz, bis morgen, yani ta farda. Guten Morgen, Leonardo. Yani chi? Sob bakhe. Guten Tag, Frau Schäfer. Rus bakhe, Khanum Schäfer. فقو کسته یعنی خانم شفر. هالو بتینا، سلام بتینا. گوتین هابن هر گرسوی، یعنی شام بخیر. آقای هر یعنی آقا، فقو یعنی خانم. گوسکات فقو غایمن، سلام درود خانم غایمن. خب خیلی راحت تا اینجا ما بعضی از موضوعات فهمیدیم که چی رقم خود معرفی کنیم و چی رقم حال و حوال پرسی بکنیم. خب تا درس بعدی خدایارو نگهدار شما. وقت ویدیو زیاد نشه انشالله. تمرین دوم اوبون سوای و درس بعدی یعنی در ویدیو بعدی با هم کار میکنیم.